پژوهش فعالیتی در راه ارتباط برای حل مشکل یا مسئله از طریق گردآوری یه سری اطلاعات، برقراری پیوند تازه. میتونم بیام تو؟ کجا بودیم؟ پیوند تازه. بله، برقراری پیوند تازه با اونها و رسیدن به دانش تازه که همه اینا با هم. پس نتیجه میگیریم که پژوهش مجموعه ای از روشها و اطلاعاتی. شما تشریف ببرید بیرون. برای چی؟ شما کلاس اشتباهی اومدی. مگه این کلاس روش تحقیق نیست؟ بله هست، اما کلاس شما نیست. خب می گفتم که پژوهش فعالیتی در راه من واقعا از یه دانشجو چنین انتظاری رو ندارم. وقتی شما اسم یه دانشجو رو خودتون میذارین، باید با این جوانای بیکار و بی هدف که توی خیابونا هستن فرق داشته باشین. این طرز رفتار، اون لحن، یعنی چی؟ یعنی منو نگاه کن. به چیت نگاه کنم؟ به سلولای خاکستری مغزت؟ خانوما، مشکلی هست؟ نه استاد. اول سال تحصیلیه، پس بهتره بیشتر با هم آشنا بشیم. من به اخلاق و نظم و انضباط توی کلاسم خیلی پابندم. هر دانشجویی که اون رو رعایت نکنه تحمل نمی کنم. کسی هست که بخواد بره بیرون؟ اجازه هست اینجا بشینی؟ بفرمی. نه ممنون. برداری. رحیم نمیاد؟ یه ساعت بیشتر سر کار نبوده، بعدش هم رفته. حالش خوب نبوده؟ نمیدونم.
بشخوابتون. امروز کجا بودی؟ خونه. مرخصی گرفتی؟ بهشون گفتم که دارم میرم. برای چی؟ حالش خوب نبوده. خوب غروب بود اومدی خونه؟ ظهر بود که از خونه رفتم بیرون. کجا؟ حوصله‌ام سر رفته بود، رفتم یه هوایی بخورم. بعدم تصمیم گرفتم برم سینما. سینما؟ آره، خیلی وقت بود سینما نرفته بودم. چه فیلمی؟ یکی از همین فیلمایی که نشون میدن. حتما یکی از این فیلمایی که امروز خیلی باب شده. گاهی میشه با یه لبخند دل یه جوونو به دست. میشه با همون لبخند گستاخشم کرد. راهش اینه که از کلاس بیرونشون کنی. من اجازه نمیدم کسی به کلاسم بی حرمتی کنه. به نظر من جوونا همشون خوبن، فقط باید بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. اغلب این جوونا سرگردون توی برزخ. خب کمکشون کن. با قربون صدقه رفتم؟ ببین اگه از انتقادم ناراحت میشی چیزی نگم. من از انتقاد ناراحت نمیشم، اما یه نگاهی به دور و برت بکن. نتیجه این همه نرمش و انعطاف چیه؟ بی نظمی و بی انضباطی. منظورت نظم و انضباط خشک و بیچون و چرا که نیست. ما هم دانشجو بودیم، اون شرایط هم داشت. تو شرایط اون دوره رو قبول داری؟ من فکر میکنم نظم و انضباط در هر دوره ارزش داره. الان شرایط عوض شده. حتی 10 سال اول انقلاب هم نیست که جوونا حرف شنوی داشته باشن. دلیلش چیه؟ ما هنوز نمیدونیم با جوونا چجوری رفتار کنیم. من باید برم. خیلی دوست دارم بدونم تو با پسر خودت چه رفتاری داری. دل نازکی دختر، ندیدی چقدر ناز بود؟ Thank you.
من میرم ماشینو بیارم. عجله کن. برو اولین بیمارستان. اگه این ترافیک بذاره. نتیجه عمل بعد از بهوش اومدن بیمار مشخص میشه. باید به خانوادش خبر بدیم. من پهلوش میمونم. منم میمونم. تو بهتری بری دانشگاه، شماره تلفنشو پیدا کنی، به خانوادش خبر بدی. باشه. بچو من میرم. تو اگه تو این شرایط بودی چی کار میکردی؟ چقدر زود میگذره. انگار همین دیروز بود. وقتی خواب تو میبینم لحظه هایی هست که خواب و بیداری با هم قاطی میشن، انگار که هنوز زنده ای. اما وقتی میفهمم رویاست، چه حسرتی به دلم میشینه. حسرت حال و هوای اون سالها. حسرت. من هنوزم دارم توی اون حال و هوا زندگی میکنم. پدر قادو زیر قاد گم کردی. ای والله. منم میام. دلم تنگ شده. مگه کمرت اذیتت نمیکنه؟ بهتره. من دیگه باید با این درد بسازم. بریم. خیلی وقت بهش زهرا نرفتی. اگه تو فرصت داشتی هفته یه بار میرفتی. اتفاقی افتاده ناراحتی؟ نه چیزی نیست. مزاحم شدم حالش رو بپرسم. والا کسی نیست از حالش به ما هم خبری بده. یعنی چی؟ میگن هنوز بیهوشه. الو الو بله. الو الو چی شده عزیز جون؟ باز گرفت. قربونت برم، چرا صدام نکردی؟ الو میریم آمپولتو میزن. یه دقیقه گوشی. من بعداً تماس میگیرم. خداحافظ. کی بود؟ با من کار داشت. پرسیدم کی بود؟ دوستم بود. کدوم دوستت؟ این کدوم دوستته که وقتی من گوشی رو بر میدارم قطع میکنه؟ دوباره پیله کردیم ماما. درست حرف بزن.
چیزی هست که از من پنهان میکنی؟ باز شروع شد. فردا زنگ میزنم به دکتر، وقت میگیره. دفعه پیش گفت که ممکنه کار به عمل بکشه. تو این سن و سال دیگه عمل فایده نداره. بله؟ الو؟ الو؟ کی بود؟ حرف نمیزنه. امروزم که تو نبودی دو دفعه اینطوری شد. فکر کنم مزاحم تلفنی پیدا کردیم. خورشید. بله. من هنوزم تو فکر امروزم که رفتیم بهش زهرا. یعنی کی اون گلا رو گذاشته بود رو قبر؟ نمیدونم. خدافز عزیزم. به سلامت. پاشو برسونم. من امروز جایی نمیخوام برم. مرخصی گرفتی؟ نه دیگه نمیخوام برم سر اون کار. چرا؟ پاشو خودتو لوس نکن، من دیرم میشه. من دیروز بهشون گفتم که دیگه نمیام. برای چی این کارو کردی؟ برای اینکه از اونجا خوشم نمیاد. چرا؟ الان نمیتونم دلیلشو بگم. روشنه، به تنبلی عادت کردی. اینطور نیست مامان. چرا همینطوره؟ اون از دانشگاه قبول نشدنت، این هم از کار نکردنت. من یه برنامه دیگه ای بر زندگیم دارم. چه برنامه ای؟ میخوام کامپیوتر یاد بگیرم. خب؟ خب همین. خب همین که چی؟ کار رو اندام پیدا کردم. تو اصلا نمیدونی به چی علاقه داری، مرتب از این شاخ به اون شاخ میپری. مامان یه دقیقه گوش کن ببین من چی. من گوش نمی کنم، وقتشون ندارم. خوب گوشاتو باز کن. اگه سر کارت نری از من هیچ توقعی نداشته باش. خوب فکراتو بکن. خداحافظ عزیز جون. به سلامت. از حرفای مادرت ناراحت نشو. آخه عزیز جون مگه میشه ناراحت نشد؟ اون صلاح تو رو میخواد. بالاخره به هوش اومد. دکتر میگفت این که سالم مونده یه معجزه است. الان کسی پیشش هست؟ یکی از بچه ها. علت خودکشیش مشخص شد؟ بله، افسردگی. تو خانوادهش اختلاف شدیدی وجود داره. خداحافظ. خداحافظ.
بهار بهار بستنی بابا سپاشال نشین شیشه خونتو نشکنی. وقتی هم باکی میکنه خاکی هم خوب میده. آره دوست داری هم باکی هم بکنی؟ یا بیا موضوع باش خیس نکنی خود تو دورا داری کلات. سلام. فرمایشی داشتی؟ شما خیلی وقت اینجا ساکنی؟ چطور مگه؟ آخه نشناختم تو. باید میشناختی؟ من سالها پیش توی این محله ساکن بودم. خب حالا چی کار داری؟ خیلی وقت این طرف رو نیومدم. اومدم یه حال و احوالی از همسایه‌های قدیمی بپرسم. والا ما 6 ماه که به این محله اومدیم. میتونم یه نگاهی به خونه بندازم؟ البته اگه اشکالی نداره. بفرمایید. ممنونم. این خونه دست خورده باقی مونده. شما قدیم توی این خونه زندگی میکردین؟ نه، ولی با کسایی که تو این خونه بودن همسایه بودیم. شما میدونین تو این خونه کی زندگی میکنه؟ یه پیرزن با دخترش. کس دیگه ای نیست؟ من کسی رو ندیدم. شما میشناسینشون؟ نه. کسی از همسایه ها اونا رو میشناسه؟ نمیدونم. خیلی ممنونم که اجازه دادین خونه رو ببینم. برام تجدید خاطره شد. ببخشید مزاحمتون شدم. خداحافظ. خداحافظ. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. قربون دستت. نمیدونم این روزا چرا اینقدر یاد گذشته ها میافتم. عزیز جون، خیلی وقتی از گذشته ها حرف نمیزنی. چی بگم مادر جون؟ میگن وقتی آدم سنش بالاتر میره بیشتر یاد خاطراتش میفته.
یاد جواد و رحمان همیشه تو خاطر من هست. اونای دیگه چی؟ اونای دیگه؟ اونایی که زندن. مثلا هیچ شده یاد فرخونده بیفتین؟ کی؟ فرخونده، زن جلیل. خیلی وقت بود اسمشون رو از زبون تو نشنیده بودم. ازشون خبری داری؟ فقط میدونم که فرخونده و دخترش با هم تنها زندگی میکنن. پیداشون کردی؟ اون دستگلی رو که رو قبر رحمان بود یادتونه؟ فرخونده گذاشته بود؟ آره. عجب. این یعنی این که از گذشته خودش پشیمونه. شاید بتونیم دوباره همدیگه رو ببینیم. بعد اون اتفاقا که افتاد؟ وقتی فکرشو میکنم میبینم فرخونده چندانم مقصر نبوده. جلیل و نادر چی؟ نمیدونم. جلیل ممکنه مرده باشه، اما نادر چی؟ نمیدونم. حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوام برم ببینمشو. واسه من راحت نیست تو چشای فرخونده نگاه بکنم. عزیز جان، هرچی ته دلت پاکش کن. ته دلم چیزی نیست، اما چی؟ هیچی. چی میخواستیم بگی؟ تو اون ماجراها که اتفاق افتاد تو بیشتر از من لطمه دیدی. هرچی که بوده سالهای زیادی از اون ماجراها میگذره. حالا دیگه دلم برای فرخونده میسوزه. سلام. آخرین باری که دیدمت خیلی کوچیک بودی. مادر خونه است؟ فرخونده خانم، فرخونده خانم، فرخونده خانم، فرخونده خانم، چی شده؟ که اینطور شد؟ بسیار خوب، شما میتونید مریضتون رو ببرید. ببخشید آقای دکتر، مشکلشون چیه؟ مگه تا حالا سابقه نداشته؟ من اولین باری که باشون اومدم. مگه کسی که باهاش زندگی میکنه همراهش نیست؟ اینجا نیستن. پس سفارش بفرمایید که هیچ وقت تنهاشون نذارن. و این قرص هایی هم که می نویسن همیشه باید همراهشون باشه. الو، سلام عزیز جون، خوبی؟ بله عزیز جون، من یه خود امشب دیر میام. بله، رحیم اومده؟ آره. خداحافظ.
زحمت نکش خورشید جان. زود آماده میشه. بیا بشین ببینمت. چشم، اومدم. روزگار رو میبینی؟ بعد این همه سال که اومدی سراغم باید این وضع پیش بیاد. باعث درد سرت شدم مادر جون، شرمندم. من که غریبه نیستم. بفرم. به به، دستت درد نکنه خود. نوشه جان، دستت درد نکنی. معلوم نبود اگه تو به دادم نرسیده بودی چه بلایی به سرم میومد. قبلنم اینطوری شده بودی؟ آره، یه چند دفعه اینطور شده بودم. چرا دکتر نرفتی؟ رفتم دکتر. خب قرص داده که هر وقت حالم بد میشه از اون قرصا بخورم. خب چرا قرصاتونو نخوردی؟ نبود، شراره انداخته بود این بر اون بر رو گم کرد. خب پهلوی خودتون نگرش داری. همین کارم کردم، اما چی بگم چی کار بکنم؟ آخه این دختر عقل و هوش درست حسابی که نداره. یه کسی باید از شما پرستاری کنه. منم و این دختر. تازه من باید پرستاری اونم بکنم. کسی پیشتون نمیاد؟ دیگه کسی برام نمونده. از فامیل، نزدیکا، همسایه ها؟ ای بابا، همین خودتو. کی تا حالاست که پاتو تو این خونه نذاشتی؟ سوپتونو بخوری. باشه ممنون. راستی از خودت بگو، از زندگیت حرف بزن. زندگیت خوب میگذره؟ آقا جلال، فخری جون چطورن؟ سلامتن؟ به مرحمت شما. چرا همراه تو نیومدن اینجا؟ دفعه دیگه با مادر خدمتتون میرسیم. پس آقا جلال؟ پدر فوت کرده. کی؟ قبل از شهادت رحمان. خبرش به هم نرسیده بود. شما چطور از شهادت رحمان خبردار شدین؟ نادر خبر داد که وقتی میخواستن دستگیرش کنن گوله خورده. اما اون موقع شهید نشده بود. میدونم. یکی از همسایه ها خدا خیرش بده قبر رحمانو نشونم داد. کی؟ حاج غلام حسین. عجب روزگاری. تو فکرشو بکن. خدا رحمت کنه آقا جلالو. آدمی به اون نازنینی، به اون نازنینی باید بره. بعد آدمی مثل جلیل باید زنده بمونه. کجاست؟ خارج. همون وقت که رفت دیگه بر نگشت. باهاتون تماس میگیره؟ دریغ از دو خط نامه. نمیدونم، شایدم مرده، من خبر ندارم. پسرتون چی؟ اونم پیش باباشه. میدونی که اونم یه جورایی مثل پدرشه دیگه. بگذاریم، بگذاریم. خب تا از خودت بگو. شوهر نکردی؟ نه. همون یه پسرم داری دیگه. چند سالش بود؟ 17-18 سالش باید باشه. 22 سال. 22 سال گذشت. آی 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 آی. با اجازتون من دیگه میرم. کجا؟ حالا هستی؟ من که از دیدن تو سیر نمیشم. دفعه دیگه با مادر میام.
بیشتر پیشتون میمونم. خوبه، پسرت هم همراهت بیار. باشه. چشم، مواظب خودتون باش. خداحافظ. سلام خانم. سلام. حالتون چطوره؟ سلامت باشین. مزاحم شدم، عرضی داشتم. بفرمایی. این همسایه شما، پیرزن و دخترش، ما خیلی وقت بود که از هم بی اطلاع بودیم. میخواستم خواهش کنم اگه براتون امکان داره گاهی سری بهشون بزنیم. البته اگه اشکالی نداره. نه خیر. میگن همسایه خوب از فامیل بهتره. این شماره منه، اگر لازم شد حتما با هم تماس بگیریم. خانم اجلال، حالتون خوبه خانم اجلال؟ سلام. سلام علیکم. دیدم همینطوری بی حرکت تو ماشین نشستید، گفتم شاید طوری شده. نه چیزی نیست. احوال خانم بزرگ چطوره؟ شکر خدا بهتر. درست شما رو کم میبینیم ولی جویای حال احوال هستیم. شما لطف دارین. حالا آقا پسر چطوره؟ شنیدم دانشگاه قبول شده. بله، دانشگاه شیراز. تبریک میگم. اگر امسالم قبول نمیشد معلوم نبود میخواد چیکار کنه. مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. شما تصمیم به خصوصی در مورد خونه ندارین؟ نه، چطور مگه؟ منظورم اینه که نمیخواین تخلیه بکنین؟ آخه برج آینده قراردادتون تموم میشه. من از اینجا راضیم. مگه اینکه شما؟ ما هم از شما راضی هستیم. کی از شما بهتر؟ پس با اجازتون قرارداد رو تجدید میکنیم. بله، خواهش میکنم. جسارت نباشه، قرارداد رو با نرخ تورم تنظیم میکنیم. اشکالی که نداره؟ نه اشکالی نداره. یه عرض دیگه هم خدمتتون داشتم، البته موضوع خصوصیه. الحمدلله وضعم خوبه، شکر خدا. یه خونه دو طبقه دارم، یه حساب پسنداز بانکی دارم، حقوق بازنشستگی دارم. اما بعضی وقتا فکر میکنم خوب آدم یه سر و سامونی داشته باشه. میخواستم ازتون یه خواهشی بکنم. بفرمایید. من تو زندگی اجتماعی آدم موفقی هستم، اما تو زندگی خانوادگی بدشانسی آوردم. الان 4 سالی هست از وقتی خانومم طلاق گرفته دارم تنها زندگی میکنم.